میگم و میهمان دارم، میهمان عزیز در حوزه موسیقی، مهمون که اولا که رفیق خودمه، خیلی برام عزیزه، ثانیا که صدای جادویی ساز او بارها اشک خود منو در آورده و اخیراً هم داره خوانندگی میکنه، خیلی هم خوب میخونه. امین جان رحیمی عزیزم، امین سلام. سلام، خیلی خوش اومدی. سید جان عزیز، امیدوارم خوب باشین. من یه عرض ادبم با مردم داشته باشم. عرض سلام و ادب و احترام، امیدوارم که حال دلتون خوش باشه. زنده باشی. عرضم به خدمتت که خوانندگی چه خبر؟ خوبه، 3 سالی هست ما رو درگیر خودش کرده. انتخاب خودت چیه؟ خوانندگی، نوازندگی، آهنگسازی؟ همه‌شو دوست دارم، به یه اندازه دارم براشون وقت میذارم، ولی خب توی ساز قسمت نوازندگی، خب حالا اسمشو قدمت میذارن، قدمت بیشتری دارم و خدمت در شود که بعدش حالا علاقه من با آهنگسازی و ادبیات و خوانندگی شدم. مسیر رو برای من نوازندگی باز کرده. پس نوازندگی بیشتر دوست داری دیگه، باش بیشتر زمان سر کردی. چیزه، آره دقیقا، مدت زمان بیشتری با ساز سپری کردم و مسیر رو به هم نشون داده و خیلی کمکم کرد. یعنی داشته ها و تجربه هام، دانشم اکثرش در حوزه موسیقی، به خاطر حالا یه بخشیش تحصیلات در حوزه موسیقیه و یه بخشیش هم سازهای بادی و حالا تخصصی که در مورد سازهای بادی هست و تئوری موسیقی ایرانی و ردیف و بقیه مواردی که خب هر آدمی، هر کسی که میخواد موسیقی یاد بگیره و موسیقی ایرانی یاد بگیره، باید این موارد رو به هر حال لحاظ کنه و دانش رو یاد بگیره.